ایرج قادری توی فیلم بینشان که سال 1355 ساخته شده بر اثر توطئه نامزد و دوستش دچار سانحه میشه و گذشته خودش رو فراموش میکنه. داستان فیلم بینشان درباره فرار نادر از آسایشگاه و یادآوری خاطراتیه که بر اثر سانحه اونا رو به کل فراموش کرده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. باش. چه خبر؟ هیچی قربان، هیچ اثر و ردپایی از اون فراری پیدا نکردیم. مثل اینکه آب شده رفته تو زمین. از بیمارستان عکسشو بگیرین بدین به تمام پاسگاه‌ها. سریان. خیلی عذابم دادن، خیلی اذیتم کردن، اونقدر که خودم داشت باورم میشد که دیوونم. ولی دیگه تموم شد، دیگه راحت شدی. کاش این طور بود، ولی تازه اولش فرار، هی فرار، هی فرار. اونم به کجا نمیدونم، از کجا نمیدونم، واسه چی نمیدونم. همینقدر میدونم که از گذاشتم هیچی نمیدونم. ناراحتت کردم نه؟ باید ببخشی. شاید اینم از دیوونگی. آخه ما دیوونه ها، ما دیوونه ها. ولی تو دیوونه نیستی، تو از خیلی عاقل عاقل تری. فیلم سکه شانس با بازی فردین، ناصر ملک مطیعی و مرجان محصول سال 1349. دو برادر شیفته یه دختر میشن در حالی که دختر به برادر کوچیکتر علاقه منده. در این بین مردی سعی میکنه که میون این دو برادر جدایی ایجاد کنه و برادر بزرگتر رو به قمار میکشونه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. اما اون حالا خیلی سخت. هیچ وقت هم سوا نمیشدیم. تو هر قماری یه تاس من میریختم، یه تاس اون. نمیدونی واسه خودمون چه عالمی داشتیم. کت هرچی قماربازه بسته بودیم، واسه هم جون میدادیم. تو یه محل آدم نبود بتونه چپ به ما نگاه کنه یا واسه همون جس بیا. تو دعوا ما پشت به پشت هم بودیم. یه مش من میزدم، یه مش بود. خلاصه دعوامون با هم، عشقمون و عیش و نوشمون با هم، بیکاری و دربدری و علافیمون با هم، اما همه اینا یه روز به هم ریخت. اون روز هر دومون داشتیم بازی میکردیم. نمیدونم، راستش نمیدونم چطور شد که کریم پاشد رفت خونه، ولی من بازم تاس ریختم. هی پول بود که می اومده می رفت، اسکناس بود که تلمبار می شده هی باد می بردش، تا اینکه پسر کلسن نجار اومد در گوش من یه چیزی گفت. اون گفت آقا میتی، بابات حالش خیلی خرابه. همه پولا و تاسا رو ریختم، مثل دیوونه ها دویدم، از تو خیابونا، لابلای ماشینا، وسط آدم ها. خلاصه هیچی حالیم نبود، فقط خدا خدا می کردم زودتر برسم خونه ببینم بابام چشه. وقتی رسیدم دلم داشت قفسه سینم می زد بیرون. یهو دیدم بابام تو تخت خوابش دراز کشیده. همچی که منو دید به زحمت گفت پسرم اومدی؟ بیا الان حرفم با کریم تموم میشه. خب جوابمو بده کریم، اون قولو به پدرت میدی؟ آره تکون نخور، من قول میدم هرچی تو بخوای. دیگه قمار نمی کنم، قول میدم. چه راحت شدم. بیا جلو پسرم، اونجا کورانه، سرما میخوری، دیگه داره تمام میشه. فیلم رابطه جوانی که تو سال 1355 ساخته شده راجب فرید و لیلاست که دوتا همکلاسی هن که به همدیگه علاقه دارن.
فرید یه جوون فقیره که این مسئله رو از لیلا پنهان کرده. بعد از آشکار شدن شرایط زندگی فرید، لیلا فرید رو ترک میکنه. بعدها فرید به خواننده مشهوری تبدیل میشه و با لیلا آشتی میکنه، اما این پایان ماجرا نیست. بخشایی از فیلم رابطه جوانی رو با هم تماشا میکنیم. داستان فیلم جنوب شهر که تو سال 1337 ساخته شده، راجب زن جوونیه که بعد از مرگ همسرش برای گذران زندگی گارسون یک کافه پایین شهر شده. زن جوون اونجا مورد توجه دوتا جاهل قرار میگیره که از دیرباز با همدیگه رقابت داشته. وجود زن رقابت این دو نفر رو به مبارزه سخت تبدیل میکنه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. ببینم، در این مدت که با هم عروسی کردی ازش بدی دیدی؟ نه. پس چی؟ هیچ، نمیخوام پشت سرم حرف بزنم. دهن مردمو که نمیشه بس. نمیخوام توپ و لحن مردمو برای خودم بخرم که بشینن و بگن یارو زنش بدکاره بوده. بدکاره؟ توپ و لحن مردم؟ بیچاره شمسی، من میدونم چی کشیده. به سر خودم اومده. مگه شما؟ بله. بشینین تا براتون بگم. چند سال پیش شوهر اولم توی حادثه مرد. قسمت بود. من موندم و حمید بچم که اون وقت 4 سالش بود. میخواستم برگردم برم ولایت. گفتم اول برم اشرت رو پیدا کنم. پرسون خونش رو پیدا کردم. اشرت دختری بود که سابقا همدیگر رو میشناختیم. گفتم شاید بتونه بهم کمک کنه و یک کاری واسم پیدا کنه. توی یه اتاق تنها زندگی میکرد. سالات زور اومدن بهم خبر دادن که شوهرم افتاده و مرده. دنیا رو تو سرم کوبیدم. عباس برادرمو که میشناسی، یا تو زندونه که باز برایش رخشوری کنم و قند و چایی و سیگار ببرم، یا بیرونه که باز امرو نهیشو گوش بکنم. اگه بگه سن نور به دردم میخوره، نمیخوره. حالا بازم تو زندون، نمیدونم چند وقت دیگه میاد بیرون. من الحمدلله دست اون وقت رفت از بازار خوراکی بخره. من به خودم فکر میکردم خدا بزرگه، بالاخره یه راه جلو پام میذاره. تو فکر یه زندگی بی سر و صدا و راحت بودم. Thank you.
فیلم پشت و خنجر به کارگردانی ایرج قادری محصول سال 1356. داستان راجع به غلامه که وقتی متوجه میشه پسرش حشمت با زنی به نام پری معاشرت داره، به سراغ پری میره و از اون میخواد که دست از سر حشمت برداره. اما چندی نمیگذره که خودش شیفته پری میشه. غلام خانوادش رو رها میکنه و توسط کریم قلدر به دام اعتیاد میفته. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. مگه آزار داری؟ معلومه جیگر، معلومه آزار دارم. نکن، حسلش ندارم. بزو بخوابم. به نظر تو من پیر شدم؟ نه بابا، کجات پیر شده؟ بابا مرحبا، به نظر من تو هم اصلا تکون نخوردی، قور تو محکم تو همون سن 10 سال پیشت موندی. بگی بخواب، تو هم نصف شبی سن و سال داری جمع و تفریح میکنی؟ هرگه تو راست میگم، اصلا انگار دیروز بود اومدم خواستگاری. تو دیروز نبود جونم، 20 سال پیش بود. آره والا، چه زود میگذره. اون وقتا که دختر بودی پدر یک قرای میدادی و را میرفتی که آدم کلافه میشد. میگم افتادی، اون وقتا هر وقت میدم چشامو میبستم که به تو فکر کنم، ببینم یخت و لباس و لخت چجوری هستی. بدکس یه رفت بخشه بسته بودی و داشتی میرفتی هموم، منم از چه در عبا پشت بوم به پشت بوم اومدم تا رو تاق هموم، اون وقت از اون بالا دوربین رو انگ انداختم رو تن و بدنت. بابا مرحبا، دندونم کلین شده بود. من داشتم تو رو لخت میدیدم تا 3 نصف شب عین مجنون حیرون تا صبح زیر درخت نشستم. خدا بیامرز ننم، خیال میکرد دیوونه شدم. اصلش میدونی ما نباز خودمونو اینطوری ول بدیم، گور پدر دنیام کرده. یه لقمه نونو همیشه میشه پیدا کرد، یه خورده تو بر خودمون باشیم، دلامونو بدیم به هم. ما هنو به قولی تو هیچ کدوم پیر نشدیم، پا ولش کن. بل نسبت در حق مبل و قالی و جارو و نهار و شامم کرده. از فردا حق نداری دستاتو بذاری تو آب و حوض. رخ میخوای بشوری؟ رخشون وسط میارم. قضا میخوای بپزی؟ آشپز وسط میگیرم. واسه جارو پارو هم یکیو میارم دم دسته که دستای تو دیگه به آشغال و آب و زردچوبه و فلفل نخوره. دیگه دستای قشنگت مال من افراد جون. باز شب به شب پشت منو دست بکشی تا حال کنم. از امشب شروع میشه، یالا مرحبا. بکش